سرخط خبرها: افزایش واردات کالا از افغانستان به خراسان رضوی ایران. افغانستان: محور گفتگوی وزیر دفاع روسیه با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران. طالبان: در مذاکرات با خلیزاد پیشرفت خوبی داشته ایم. در پایان: تا چند ساعت دیگر سرنوشت کشور در تمام ابعاد در مسکو روشن خواهد شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به کسی که از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ایران گفت واردات کالا از افغانستان به خراسان رضوی این کشور در نیمه نخست امسال افزایش یافته است. به نقل از ایرنا، محمد علی امیر فخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ایران روز سه‌شنبه گفت پیش از این همواره میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به افغانستان بیشتر از واردات کالا از افغانستان به این استان بوده و توازن لازم در تجارت با آن کشور برقرار نموده است. و اضافه کرد در 6 ماه نخست امسال 5,332,619 دلار کالا شامل مواد اولیه بخش تولید مانند دانه های روغنی و بذرهای بخش کشاورزی بود از افغانستان به خراسان رضوی وارد شده است. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت صادرات کالا به افغانستان به عنوان نخستین شریک تجاری خراسان رضوی طی 6 ماه نخست امسال به رقم 288 میلیون دلار رسید که نسبتاً به مدت مشابه سال قبل 30% کاهش یافت. افغانستان: محور گفتگوی وزیر دفاع روسیه با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران. وزیر دفاع روسیه در دیدار با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیان داشت که قاچاق مواد مخدر و داعش تهدیدهای اصلی در افغانستان باقی میمانند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه در جریان دیدار با محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت روسیه آماده است تا ماهیت پویا و چند وجهی همکاری های نظامی با ایران را حفظ کند. شایگو خاطر نشان کرد ارتباطات ما با پویایی زیاد در حال توسعه بوده و ماهیت چند وجهی دارد. تایید روشن این امر مبارزه مشترک بزرگ ما علیه تروریسم بین المللی است. ما آماده هستیم تا تمام تلاش خود را برای حفظ سرعت فعلی توسعه روابط ادامه دهیم. ما باید در خصوص مراحل بعدی در این راستا بحث و گفتگو کنیم. ما آماده هستیم تا تمام تلاش خود را برای حفظ سرعت فعلی توسعه روابط ادامه دهیم. شایگو تاکید کرد که در محدوده سوریه، ایران و روسیه به طور فعال با تروریسم بین المللی مقابله کردند. وزیر دفاع روسیه افزود با حرکت به این سمت می توانیم این کار را در مناطق مختلف انجام دهیم. با در نظر گرفتن اینکه اوضاع ساده‌تر نشده است، بحث ما درباره افغانستان و تهدیدهایی است که امروز از این منطقه می آید، یعنی قاچاق مواد مخدر و از ظهور داعش در خاک کشورهای همسایه. وزیر دفاع روسیه خاطر نشان کرد که امسال وزارت دفاع روسیه و ایران برنامه های زیاده برای مراسم های مشترک دارند و ای بیان داشت ما مطمئن برای کار در این زمینه چیز برای بحث نداریم. امروز من پیشنهاد میکنم که مهمترین مسائل همکاری روسیه و ایران در زمینه نظامی بررسی شود. طالبان: در مذاکرات با خلیزاد پیشرفت خوبی داشته ایم. وزارت خارجه طالبان در واکنش به کنارگیری ظلم خلیزاد از سمت نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان گفته است که در مذاکرات با هر دو دولت ایالات متحده تحت رهبری خلیزاد پیشرفت خوبی داشته ایم. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه امارت اسلامی امروز سه‌شنبه 27 میزان در توییت نوشته که امید است روابط با فرستاده جدید توماس وست به خوبی پیش برود
و با اجرای کامل توافقنامه دوحه روابط دو دولت به حالت عادی بازگردد. پس از آن که زلمه خلیزاد اعلام کرد که از سمتش استعفا کرده، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت که توماس وست به جای زلمه خلیزاد به حیث نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان تعیین شده است. توماس وست پیش از این معاون خلیزاد بود. خلیزاد یک سیاستمدار افغان تبار امریکایی است که سالهاست درگیر مسائل افغانستان بوده و در سالهای اخیر به عنوان نماینده ویژه این کشور در امور صلح افغانستان هدایت گفتگوها با طالبان را بر عهده داشت. تا چند ساعت دیگر سرنوشت کشور در تمام ابعاد در مسکو روشن خواهد شد. نشست فرمت مسکو روی وضعیت سیاسی نظامی افغانستان. وزارت خارجه روسیه: در نشست فرمت مسکو وضعیت سیاسی نظامی در افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه روسیه میگوید که شرکت کنندگان در نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان در 20 اکتبر چشم‌اندازهای توسعه وضعیت نظامی و سیاسی در افغانستان و همچنین تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از بحران انسانی در این کشور را مورد بحث قرار خواهند داد. این پیام روز سه شنبه توسط وزارت خارجه روسیه منتشر شده است. در پیام آمده است: در این دیدار برنامه ریزی شده است تا در مورد چشم‌اندازهای توسعه وضعیت سیاسی نظامی در افغانستان و تشکیل یک دولت فراگیر بحث شود. مسائل مربوط به تحکیم تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از بحران انسانی در این کشور نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. در این نشست قرار است نمایندگان ده کشور منطقه و همچنین یک هیئت عالی رتبه از جنبش طالبان به نمایندگی از افغانستان حضور داشته باشند. از جانب روسیه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه در این نشست شرکت می کند. پس از این نشست قرار است بیانیه مشترک به تصویب برسد. گفتنی است که فرمت مسکو در سال 2017 بر اساس مکانیزم مشاوره شش جانبه نمایندگان ویژه روسیه، افغانستان، هند، ایران، چین و پاکستان ایجاد شد. رویدادهای مهم جهان: ترکیه سفرای ده کشور غربی را احضار کرد. دولت ترکیه اعلام کرد که سفیران ده کشور غربی از جمله آمریکا، فرانسه و آلمان در انقره را به دلیل درخواستشان برای آزادی یک فعال مدنی احضار کرده است. از اینکه تا این دم با ما بوده جهان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شبتان خوش.